انجمن پادشاهی ایران هوشنگ، درود مجدد در ارتباط مبارزات ایدئولوژیک انجمن پادشاهی ایران سخن میگیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، خرد را و جان را که یارد ستود. اگر من ستایم که یارد شنود، حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. از این پس بگو کافرینش چه بود. زراه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. مگر مردمی خیره خانی همی، که جز این نشانی نیابی همی. سخن بر سر آفریدگار جهان و خرد، و سخن شنیدن، چشم و دیدن، گوش و شنیدن، زبان سخن گفتن، که دوسیه گرامی میگه سپاس تو، سپاس بام تو، چشم و گوش و زبانت هستند، این سه هستند که به شما نیک و بد رو میرسونند، از شما نگهبانی میکنند، پاسداری میکنند. نه آیه و این یکاد دیوونه ها رو، دیوونه اومد و یزلقونه که و ابصارهم، که ملت ایران این آیه رو میزنه به سینش، برای اینکه نمیدونه معنی عربی قرآن رو، نمیدونه که چه بلایی سر این ملت آوردن، نمیدونه که فرهنگ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیکش رو تبدیل کردن به و یزلقونه که به ابصارهم، بیبونه اومد بزن به سینت. حالا ملت ایران، ملت خردمند ایران، فرهنگ خردمندان ایران تبدیل شد به فرهنگ شترگاف ولنگ. ملت خردمند ایران رو تبدیل کردن به شترگاف پلنگ، بار رو دوش ملت ایران میذارن مثل شتر میبرنش، سرشو میبرن مثل گاو میخورنش، پلنگش رو هم سر جرثقیل میرسونن و با تیر میزننش. این شد فرهنگ ملت ایران. این سخنه خردمندان فردوسی که میگه زراف خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. و سعدی میاد میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. سخن سخن فردوسی، سخن مال سعدی نیست، سخن خرد ایرانه، سخن پادشاه سخن فردوسیه. چرا؟ برای اینکه میگه
مگر مردمی خیره خانی همی، که جز این نشانی نیابی همی. سعدی این بخش رو ندیده میگیره. سخن فردوسی پشتوانه بسیار محکمی داره، خرد فردوسی پشتوانه بسیار محکمی داره. پشت فردوسی به فرهنگ 7000 ساله ایران، در صورتی که پشت سعدی و دیگران به این فرهنگ نیست. اگر هم باشه از به قول معروف رنگ و بوی بسیار کمی برخوردار، اگر هم باشه در واقع از شاهنامه فردوسی اقتباس شده و ریشه بیشتر و بالاتر و عمیق‌تر نداره. سخن فردوسی پشتوانش و ریشش در فرهنگ 7000 ساله ایرانه و سخنش قدرتمنده. آنچه که فردوسی برداشت میکنه از این فرهنگ 7000 ساله در شاهنامه میاره، ولی دیگران آنچه که از شاهنامه برداشت میکنن در آثارشون میارن، و برای همینه که سیر خرد سیر نزولی پیدا میکنه. این مشکل ملت ایران هست. این شد که ما ملت در اثر فشار دشمن، زیر شمشیر دشمن، زیر تیغ دشمن نتونستیم، نذاشتن که ما در واقع تکامل پیدا کنه خردمون. البته خود ما هم مقصریم، نه که ما مقصر نباشیم. دشمن میخواد که ما فرهنگ شترگاف پلنگ داشته باشیم. پلنگ هامون بسیار کمه. پلنگ های ما بسیار کمه. دیدیم که فرهنگ مبارزه ایران هر دوره با چه مشکلی روبرو شد. دیدیم که بابک خرمدین رو چه بلایی سرش آوردن. دیدیم که روزبهان خراسانی رو چه بلایی سرش آوردن. دیدیم که فولادمند یک سال گم شده و ما خبری نداریم و ملت ایران آسوده نشسته، که فولادمند کار خودش رو داره میکنه. فولادمند میخواد ایران رو رها کنه، یه نفری بره وسط میدون شهیاد هفتیر بکشه. اینطور نیست. خرد ملت ایران باید برگرده اون جایی که بود. ملت ایران باید واقع بینانه تر مسائلش رو بررسی بکنه. یادم میاد که روزی من در ارتباط سیر خرد، سیر نزولی خرد در ایران سخن گفتم و بلا فاصله در لندن اون زنک خودفروش نواری رو از فولادوند گذاشت که فولادوند در رابطه با سعدی سخن میگفت، از دانش سعدی. من هم از دانش سعدی سخن میگم، ولی اینجا بررسی میکنیم سیر خرد رو. دو روز بعد دیدیم که در لس آنجلس نوار رو گذاشتند. ای بابا، اینا همیشه با هم دعوا داشتند و برای من بسیار جالب شد. دیدم که در پس آینه توتی صفتم داشتند. آن که استاد ازل گفت بگو میگویم. اینا دعوا داشتند با هم لس آنجلس و لندن و ما هم باور کرده بودیم. یه دفعه دیدیم ای بابا، ارباب همه یکی شده. اون زنی که زن عرب و مافیای انور خوجه داره کار خودش رو میکنه.
نه فولاد من، برمیگردم به دنبال یه سخنانم.